سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، احتمال بارش برف و باران در برخی مناطق افغانستان. پاپ فرانسیس خواستار آرامش برای مردم افغانستان شد. و همچنان در پایان، منبع: شب گذشته بر اثر درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در عنابه پنجشیر 22 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدید. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: پاپ فرانسیس خواستار آرامش مردم افغانستان شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس خواستار آرامش برای مردم افغانستان شده است. پاپ روز شنبه 4 جدی از بارکن کلیسای سنت پیتر در شهر واتیکان به مناسبت میلاد عیسی مسیح برای مسیحیان سخنرانی کرد. او ادعا کرد که عیسی نوزاد سال و آرامش را به شرق میانه و همه جهان ایسا کن. پاپ گفته است که از کسانی که برای ارائه کمک های بشر دوستانه و مردمی که مجبور به فرار از وطنشان شدن باید حمایت شود. رهبر کاتولیک های جهان خواستار آرامش برای مردم افغانستان شده که به گفته او 40 سال از جنگ بسیاری از افغان ها را آواره کرده است. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی در کشور تقریبا فراگیر شد و نهادهای کمک رسان در باره بروز فاجعه هشدار می دهند. گرفته شده از صفحه رسمی خبرگزاری افق. همچنان این در حالی است که ابو مسلم شیرزاد در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: منبع: شب گذشته به اثر درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در عنابه پنجشیر 22 طالب کشته و 2 تنشان زخمی شدند. گفته می شود که 2 تن از مبارزین جبهه مقاومت ملی نیز شهید شدند. گرفته شده از صفحه رسمی جبهه مقاومت ملی. تاکنون این خبر از سوی منابع رسمی طالبان تایید و یا رد نشده است. همچنان این در حالی است که احتمال بارش برف و باران در برخی از مناطق افغانستان، بر اساس پیش بینی ریاست وقایع و کاهش خطر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، امروز یکشنبه 5 جدی احتمال بارش برف و بارندگی در برخی از ولایت های کشور وجود دارد. این ریاست احتمال وقوع برف باری و بارندگی در مناطق شرقی، شمال شرقی، شمالی مرکزی، مرکزی، کوهستانی و جنوب شرقی را پیش بینی کرده است. مقدار بارندگی در نقاط مختلف پیش بینی 1 تا 10 میلی متر پیش بینی شده است. مزدور شدن گذرگاه سالنگ بر روی موترهای تناژ بلند. ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها اعلام کرد که برفباری شب گذشته در دو طرف سالنگ جریان داشت و در حال حاضر و جز موترهای تناژ بلند تیلری، سایر وسایل با رعایت مقررات می توانند از شاهراه عبور کنند. با گفته این ریاست، برفباری در سالنگ صبح امروز متوقف شده، اما در طول روزها برای چندین ساعت دیگر نیز برفباری قابل پیش بینی است. ریاست حفاظت از سالنگ ها دمای هوا در این منطقه را منفی 13 درجه سانتیگراد اعلام و قدر برف را 20 تا 35 سانتی متر اندازه کرده است. این ریاست امکان بارش برف در 24 ساعت آینده را 54% گفته است. سالنگ از گذرگاه های مهم کشور است که کابل را با ولایت های شمالی وصل می کند. این گذرگاه در زمستان ها از هر گاهی مزدور می شود. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: چرخ بال را دوباره روشن می کند. باز هم رحمت الله اصولی پیلوت می گوید باید بارها کمتر شود، وزن چرخ بال هم کم نشده است. و سربازان مدیریت قطعه مسئولیت دوباره سلام می کنند که نزدیک بیایند محموله های زیادتری را بیرون کنند. سربازان تقریبا به اندازه 1.5 لند کروزر پول بیشتر را از سیاره پایین می کنند. چرخ بال پرواز می کنند. سربازان و رانندگان موترهای رئیس جمهور که ناامید، پریشان و خشمگین می دوند طرف پول ها هنوز چوره میکنک سربسته خواهی دارد نشده است.
ارتفاعی دلار پایین شده از سیاره را در چند متر دکابین از میدانچه زیر سقف توقفگاه موترهای رئیس جمهور میبرند. دروازه های توقفگاه را از درون حافظ میزنند و تیر حشری بسته های دلار آغاز میشود. یکی در موتر، یکی در بکس، یکی در لباس، یکی در خریطه صحنه خود را جا به جا میکنند و بعدا دروازه های توقفگاه باز میشود. تنکروزر های ویژه رئیس جمهور با سرعت به سوی دروازه های ارگ مشرف و چهارراه زنبق و دروازه غزنی قطع ارگ حرکت می کنند. در دروازه های غزنی و چهارراه زنبق موترهای دیگری منتظرشان هستند. وقتی بسته های دلار را بین خود تقسیم کردند، همزمان به اقارب خود در خارج ارگ زنگ زدند که عقب دروازه ارگ موتر بیاورند. آنان از موترهای ویژه رئیس جمهور پایین و بر این موترها سوار میشوند و از محل فرار میکنند. کسی که از ارگ به حامد کرزی خبر میدهد که غنی و جنرال قاهر کجی فرار کرده و دولت افغانستان به سرپرست مانده است. حامد کرزی به عبدالحمید محمدی معاون اپراتیوی پی پی اس تماس میگیرد و به وی میگوید که سرپرستی پی پی اس را تا روشن شدن اوضاع به دوش میگیرد. محمدی به سربازان میگوید رئیس جمهور محب فضلی و کوچی رفتند. من در رأس هستم. ما و شما کار خود را عادی انجام می دهیم تا ببینیم بعدا چه خواهد هدایت می دهند. با وجود این کنترل ارگ ناممکن بود. کسانی که در ارگ ماندن شروع کردن به غارت کردن پول های باقی مانده و چور بیلگام در تمامی در این اداره ها و دوایر ارگ ریاست جمهوری با قوت دوباره سرگرفته می شود. دستیاران قاهر کوچی 2.5 لک دلاری پول اپراتیوی ریاست پی پی اس را با موترهای طرف دروازه برنده 500,000 دلار در دفتر حمدالله محب بود چور شد. ماشین های ATM چند بانک در داخل ارک شکسته شد و پول بیرون ریخته شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می‌گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.